در ادامه ترمینات سوزوکی جلد چهارم میرسیم به اتودهای پوزیسیون سوم. پوزیسیون سوم، انگشت اول جای انگشت سوم قرار میگیره. فا، سول، لا میاد جلو انگشت. فا بکا. حالا انگشت سوم به جای اینکه لا باشه، انگشت اول میاد لا. سی فاصله دو انگشت سوم بهش بچسبه. سی و دو کنار هم دیگه. فا میره بیرون دوباره لا. سی فاصله دو کنارش قرار بگیره. سعی کنین که میاس خیلی صدای گریسانوی نیاد، نرم و سبک حرکت کن. سی دو ره انگشت چهارم گرد و با فاصله ره دو سی. پس شد سی دو ره دو سی. از پوزیشن میریم بیرون. فا لا ره دو سی رو مذهب خواهم ره دوباره چهار ره دو سی فا لا دو سی دو سی لا فا. سیم دوم با سی بمول خواسته بزنه که انگشت گذاریش مثل همون سیم اول بشه. سی ره انگشت اول بیا جا از مچ روون. سی ره می فا به کار بهش بچسب. یعنی ره می فا سولم فاصله. فا می ره سی ره می فا می ره سی ره می فا سول انگشت چهارم با فاصله. سول فا می سی ره سول فا سول فا می سی ره فا می سیم سوم حالت عادیش میشه سول انگشت اول لا فاصله سی فاصله و دو بهش بچسب. سی و دو کنار هم قرار میگیرن. سول لا سی دو. حالا اینجا با سی بمول خواسته که همه سیما مثل هم باشه، یعنی انگشت سوم که سی هست باید فاصله داشته باشه، بیاد عقب به لا بچسبه. از می می سول لا سی بمول می بمول سول لا سی بمول بهش بچسبه. می سول لا سی دو فاصله دو سی لا سول دو سی دو سی لا می سول سی لا سی لا سول می بمول. رو سیم چهارم هم حالت عادی انگشت اول میشه دو، دوم میشه ره، سوم می فاصله داره و چهارم فا بهش میچسبه. ولی اینجا هم به خاطر اینکه انگشت همه مثل هم باشه، انگشت سوم رو برده عقب بمول کرده، می رو به دوم چسبیده. لا دو دو انگشت اول لا دو ره می بمول بچسبه. فاصله فا می ره فا می فا می ره می ره می ره دو لا. پس به خاطر اینکه همه انگشتا همه قالب ها مثل هم باشه، سی و می رو بمول کرده و اگر نسیم اول و دوم مثل هم دیگن، انگشت سوم و دوم به هم میچسبه. سیم سوم انگشت سوم و چهارم به هم میچسبه. سیم سول و ره مثل هم دیگه. تقدیم همه شما عزیزان.